به نام خدا به بخش دیگری از برنامه پیام صلح می‌پردازیم. در تشریح آیه شماره دنباله تشریح آیه شماره 153 از سوره البقره، قسمتی از توضیح جلسه قبل باقی مانده که به اون می‌پردازیم. اون چیزی که به صورت بسیار خلاصه و فشرده در جلسه قبل گفته شد این بود که در این آیه، آیه 153، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، ای کسانی که دارای ایمان هستید استعانت بجویید از صبر و از صلاة و قطعا و بی تردید الله با صابرین است، همگام و همقدم و در کنار کسانی است که صابر هستند. و مفهوم صبر رو در جلسه گذشته به تفصیل تشریح کردیم و به طور خلاصه عرض کردم که دعا کردن، استعانت خواستن، کمک خواستن خارج از انسان تأمین نمی شود و اجابت دعا به مفهوم این نیست که یک مرجع خارجی خارج از وجود ما وجود دارد که نسبت به ما بیگانه و منفصل از فاصله دارد، با ما از ما جداست، منتزع است و در این انتزاع و در این انفصال ما به او مراجعه می کنیم، یعنی یک مسیری رو طی می کنیم و بین دو چیز که از هم منفصل و جدا هستند اتصال ایجاد میکنیم، یا در حالت انفصال یک نیرو از نیروی دیگر کمک میخواهد در حالی که از هم جدا هستند. این مفهومی است که تا به حال به ما آموختند و گفتیم که انسان موقعی که استعانت میکنه، دعا میکنه، چیزی میخواد از خدا، در واقع انسان اگر بتواند با آنچه که خود او دارد تأمین نیاز بکند که با آشنایی او با خود او باعث می شود که داشته های خود رو بشناسد و با شناخت داشته های خود رفع نیاز کند، و اگر که امکانات خارج از او باشد دعای او به جای اثر نمی کند، چون چیزی رو می خواهد انجام بدهد، او می خواهد انجام بدهد برای خود که امکانات او نیست، که مقدورات او به اون حد نمی رسد. در این حال استعانت خواستن او بی‌معنا و با ناکامی مواجه خواهد شد. اما در اینجا قرآن به استعانت صحیح اشاره می کنه، به استعانتی اشاره می کنه که باید اجابت بشه و می گوید اجابت استعانت تو به دو نیرو موکول و وابسته است، یکی به نیروی صبر که در درون توست و یکی به نیروی صلات که در اتصال با درون توست. یکی صبر است که در خود توست و یکی اتصال است که متصل به تو است، یعنی باز هم تو محور اصلی هستی که در صبر، همه داشته های صبر در توست، بنابراین از خود مدد می‌خواهی. فقط صبر رو شناسایی کن، خودت رو شناسایی کن، مقدورات خودت رو شناسایی کن. و اگر که از صلات میخواهی، که باید بخواهی، از این دو باید بخواهی، یکی نماینده دیگری است، یکی ظرف است، دیگری مظروف است، یعنی رابطه صبر و صلات رابطه ظرف و مظروف است. صبر نمیشود مگر اینکه در دل خودش صلات داشته باشد، صلات نمیشود مگر اینکه پوشش صبر بر او نباشد. و صبر رو در جلسه گذشته گفتیم، باز هم توضیح مختصری در این برنامه خواهیم داد. در این آیه قرآن از صبر و صلات به عنوان دو دارو و دو درمان و دو شفا و دو عامل معالج و عافیت نام می‌برد و
این دو را درمان همه دردهای بشریت می داند و دردهای همه بشریت رو به وسیله آن قابل درمان و قابل جبران می داند هر خسارتی رو. دارو و درمان صبر در این آیه کاملا توجیه و توضیح می گردد. و اما داروی عظیم و اصلی دیگری که در این آیه آمده داروی صلات است. و همچنان که قبلا گفتیم صلات به معنای اتصال و ارتباط و درک ارتباط و اعتصام. اعتصام وسیله اتصال است برای بار چندم. یعنی وقتی ما میگوییم ما با خدا متصل میشویم، این اتصال یک اتصال مع الواسطه است. واسطه این اتصال اعتصام است و اعتصام عبارت است از اتصال به حبل الله. و حبل الله یعنی قرآن، ریسمان خدا، و اتصال با خدا از طریق اعتصام با قرآن است. یعنی ما متصل به قرآن که بشویم متصل به خدا شده ایم، و متصل به خدا که شده ایم مشغول صلات هستیم. صلات حالتی است که انسان به خدا متصل میشه. چطور به خدا متصل میشه؟ به قرآن خدا متصل میشه که این ریسمان خداست. وقتی به این ریسمان متصل شد به خدا متصل شده و در حال صلاته. اون وقت میگوید از این خاصیت و از این حالت و از این حوزه استعانت بخواه. از صبری که میکنی، نه تحملی که میکنی، از ساختمانی که میکنی، از طراحی که میکنی، از نقشه‌ای که میکشی، از مقاومتی که میکنی، از انجام تدارک عملی که انجام میدهی در جهت جبران شکست، اقدامی که میکنی، یکی به اون تکیه کن، به اون تکیه کن، و یکی از این اتصال خودت با خدا تکیه کن. اتصال با خدا به این معنا نیست که ما به صورت معتصم باقی بمانیم، چنگ بزنیم فقط به ریسمان خدا. این چنگ زدن در اصطلاح قرآنی یعنی فهمیدن و اطاعت کردن حبل الله. حبل الله رو بشناسید. کجاست حبل الله؟ واقعا حبل الله لیفه درخت خرماست که به صورت ریسمانی در آمده. یعنی اون رو باید بگوییم حبل الله؟ حکم قرآن رو اینطور معنی کنیم یا اینکه اون رو متشابهات تلقی کنیم و به احکام متشابهات توجه کنیم؟ به هر حال حبل الله درست است که حبل معنی لیفه و تناب و ریسمانی میدهد که از درخت خرما ساخته شده و محکم است و پاره نمیشود. اما اصل تشبیه بر استحکام ریسمان است، نه بر جنس ریسمان که از درخت خرما یا از درخت آلبالو. این ریسمان پاره نشدنی یعنی اون چه که ممکن است خلاف اتفاق بیفتد سقوط توست. رها کردن ریسمان از دست توست. خود ریسمان پاره نمی شود. یک سوی ریسمان دست خداست، یک سوی ریسمان قرار است که در دست تو باشد. و می گوید چنگ بزن به این، محکم بگیر این رو. این ارتباط و این اتصال با حبل الله به مفهوم اتصال با کلام خدا و آیات قرآن است. و اتصال با آیات قرآن فقط این نیست که من دستم رو روی قرآن بگذارم و با خارج قرآن و الفاظ قرآن با دست و با حسیات خودم مربوط بشم و ملموس بشم و مس بشم و تماس بگیرم، بلکه اتصال با قرآن از طریق داشتن تقوا، فهم قرآن و هدایت شدن است. که اگر کسی اطاعت قرآن رو کرد، اطاعت باعث هدایت او می شود. و در واقع می گوید به اون نیروی هدایت توکل کن و توسل کن. از اون نیروی هدایت بخوا، از اون چشمه لایزال بخوا. حافظ می گوید که خود من صفرم یا نزدیک به صفرم، اما جمع این صفر، جمع این هیچ با همه چیز می شود.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. من و ساقی اگر با هم جمع بشویم، من اگر به خدا متصل بشوم، قدرت من بی نهایت می شود. کسی اگر به خدا وصل بشود، که طریقه وصل رو هم چندین بار گفتم که تولید سوء تفاهم نکند و ما به مشرک بودن متهم نشویم، اگر کسی من حیث و از طریق حبل الله و اعتصام به حبل الله به خدا متصل بشود از طریق شناخت و اطاعت قرآن خدا، این شخص تقاضا نمی کند، استعانت نمی کند مگر اینکه استعانت بر حق باشد، و اگر استعانت بر حق باشد، تأمین استعانت در درون خود اوست، چون او با ساقی به هم پیوسته و قدرت بی پایان پیدا کرده و اون چی که صلاح باشد در قدرت او نهادینه شده و او قادر به انجام است. این موضوع بسیار مهمی که شاید احتیاج به توضیحات بیشتری داشته باشد که نه در حوصله گفتن من است نه در حوصله شنیدن شما. صلات به معنای اتصال و ارتباط و اعتصام بین دو عامل و یا فیما بین دو موضوع معروف و شناخته شده است. اتصال در موارد بسیاری مشابه موضوع اتحاد است، لکن در برخی از مواضع با آن متفاوت است. در اتحاد دو نیرو با هم متحد می شوند، یعنی اگر نیروی الف و نیروی ب، اینها دو تا نیرو هستند و هر دو نیرو هستند و دارای امکانات مستقل از یکدیگر هستند، یعنی دو نیروی مستقل از یکدیگر در واقع از خودشون سلب استقلال می کنند و با هم متحد می شوند، یک مقداری قید و یک مقداری محدودیت ها رو میپذیرند و در نتیجه پذیرش این محدودیت ها نوعی احتمال جمعیت در اونها به وجود میآید که احتمال مجموعیت پیدا میکنند، یعنی بعضی از امکانات اونها با هم جمع میشود، نه همه امکانات. پس در اتحاد دو نیروی مستقل که دارای خاصیت مستقل هستند، یعنی هم که متحد نشدن از هم جدا هستند ولی دارای نیرو هستند. مثلا فرض بفرمایید که شما $100 پول دارید برای سرمایه گذاری مستقل از من، من هم $100 پول دارم برای سرمایه گذاری مستقل از شما. این دو نیرو و این دو استقلال و این دو توان با هم ترکیب میشن، سرمایه ها با هم متحد میشن، ترکیب میشن، ماها با هم متحد میشیم و این بار در اتحاد ما $200 قرار داره و این $200 یا $200 قدرتش بیش از $100. در این حالت میگوین این دو سرمایه گذار در یک امری متحد شدن با هم، اما هیچ کدام از اینها فاقد قدرت نبودند و هیچ کدام از اینها هم فاقد هویت نیستند بعد از اتحاد، بلکه اتحاد مجموعه امکانات و توانهاست. در اتحاد دو نیرو با هم متحد می شوند و دو امکان در واقع از این دو نیرو بر می آید که با هم متحد می شوند، ولی در یک هدف واحد به کار می رود. هدف یکیست، فرض کنید که سرمایه دار دوتاست، دو نفر متحد می شوند برای اینکه به یک هدف واحد، یا هزاران نفر متحد میشن ولی هدف واحد است و هر کدام از این هزارها دارای نیروی مستقل هستند. در اتصال یک نیرو متکی و متوسل
به نیروی دیگر می شود. تفاوتی که در اتصال و اتحاد وجود داره این است که در اتحاد اجزاء متحده هر دو دارای نیروی مستقل و منتزع از هم هستند قبل از اینکه متحد بشوند، ولی در اتصال یک نیرو متکی و متوسل به نیروی دیگر می شود. یعنی اینها جدا از هم و منتزع از هم دارای نیرو نیستند، بلکه وقتی که یک موضوع و یا یک شیء و یا یک نیازمند یا درخواست کننده یا مخلوق با خالق در اتصال برمی آید، یک بینیرو با یک نیرودار با هم ترکیب میشن و در واقع در این اتحاد که اتصال نام داره، اون چیزی که نیرو نداره دارای نیرو میشه. مثل اینکه شما یک آهنربایی رو در نظر بگیرید، مغناطیسی رو در نظر بگیرید که این قدرت مغناطیسی داره و سنگین هم هست. فرض کنید که 5 کیلوگرم وزن این مغناطیس باشه. شما براده های آهن رو که روی میز مثلا در 1 متری این قرار بدید، تمام این براده ها رو به خودش جذب میکنه. این براده های آهن هیچ کدامشون، ذرات آهن هیچ کدامشون دارای خاصیت مگنتیک، خاصیت آهنربایی نیستند، ولی وقتی که کشیده میشن به طرف این آهنربای اصلی، همه این ذرات آهنربا میشن. یعنی مرتبه شما اگر یک آهنی رو جلوی این ذراتی ببرید که به این آهنربا چسبیده، این آهنربا توسط این ذراتی که قبلا آهنربا نبودن الان آهنربا شدن، این آهن دیگه رو جذب میکنه به طرف خودش. یعنی این ذراتی که مگنتیک نبودن الان مگنتیک شدن. این رو میگوییم اتصال، چون ذرات دارای خاصیت مغناطیسی نبودند الان دارای این خاصیت شدند به لحاظ اتحاد. صلات به معنای اتصال است که به واسطه و یک وسیله‌ای که معین شده این اتصال صورت میگیره و این اتصال ذکر الله و ذکر الله عبارت است از ذکر خدا و ذکر خدا در قرآن آمده است و قرآن ذکر خداست که انسان ذکر خدا رو میشنود، میپذیرد و در اثر پذیرش این ذکر به این ذکر آشنا میشود و این آیات رو میشناسد و اطاعت میکند و هدایت میشود. و وقتی که انسان هدایت میشود، انسان متصل میشود به خدا از طریق قرآن. هر وقت قرآن رو بگذار زمین باز فاصله ایجاد میشه. هر وقت قرآن رو به عنوان پل استفاده کنه، این پل باعث میشود که این اتصال برقرار باشد. اما یک طرف همه چیز از یک طرف هیچ، یعنی این نیست که انسان از قرآن جدا بشود و دارای یک نیروی باشد و خدا همون طرف باشد و او هم دارای یک نیروی باشد، نیروی این دوتا با هم جمع بشود و مثلا خدا 99 باشد انسان 1 باشد، 1 با 99 جمع بشود بشود 100. این طور نیست. انسان 0 است در جدایی از خدا، ولی وقتی به خدا وصل می شود، قدرت او قدرتی می شود که مقدورات او حاکی از آن است. یعنی اون قدری که اون قادر قدیر مقدور او کرده، در اتصال با خدا دارای اون مقدور می شود. صلات به مفهوم آن است که نیروی حق و عنایت حق و هدایت حق به انسان متصل می شود و در واقع در صلات رفع فاصله ذهنی بین انسان و خدا به وجود می آید و ذهنیت انسان اصلاح می شود و انسان متوجه این حقیقت می شود که بین مخلوق و خالق فاصله‌ای وجود ندارد. صلات نوعی اتصال است که موکول به اعتصام است. اعتصام به این مفهوم که اراده و اختیار در مصلی پیوسته موجود است. یعنی شخص صلات گذار و معتصم دارای اراده و دارای امکان و دارای اختیار و گزینش شروط پیوستن به حضرت حق است و
و با رعایت شرایط اعتصام اتصال ایجاد می شود. آنچه در این آیه فوق‌العاده حائز اهمیت است، اشاره به دو نیروی عظیم و شگرفی است که خزانه و انبار هر دو نیرو در درون شخص نیازمند و طالب وجود دارد، یعنی همه مشکلات در واقع و اونچه که نیاز نوع بشر است و موجه است. اونچه که غیر موجه است مورد بحث ما نیست. همه مشکلات موجه نوع بشر در استعانت و در اتکای به صبر و صلات قابل حل هست و اونچه را که خداوند قابل حل قرار داده برای نوع بشر با امداد و استمداد از صبر و صلات مرتفع می شود. این اهمیت این آیه و اهمیت این موضوع است. در اینجا فرصت می خواهم که درباره تعهدات خدا سخن بگویم تا به بقیه این بحث بپردازیم. تعهدات خدا در قرآن این نیست که فقط خدا بگوید من متعهد هستم تا ما بفهمیم که خدا متعهد است. هر بیانیه‌ای که تعریف می شود در قرآن تعهد خداست. یعنی خدا وقتی فرض بفرمایید در سوره الرحمن می گوید که الرحمن علم القرآن به انسانی که خلق کرده، یعنی خدا در اینجا یک تعهدی رو پذیرفته و متعهده به این که هر انسانی رو که خلق میکنه قرآن رو در اون نهادینه کنه و الا خلاف عهد عمل کرده و متخلف محسوب میشه. همین خدا. چرا؟ چون میگوید که اوفو به عهدی، این تعهد دیگه، امضا کرده در قرآن که من هر چرا که تعهد کنم انجام میدم و بعد هم دستور داده اوفو به عهدکم، شما هم به عهدی که میبندید وفا کنید. حالا نگاه میکنیم که بیانات خدا، وقتی که خدا میگوید که من انسان رو خلق میکنم و قرآن رو در او قرار میدم، نهادینه میکنم، علم قرآن رو به هر نوع انسانی که میدم به او اهدا میکنم، در او نهادینه قرار میدم، یعنی تعهد. یعنی اگر انسانی به وجود بیاد و در بعد استعداد و ظرف او علم قرآن نباشد، خدا خطا کار است. یا وقتی که میگوید و علم آدم اسماء کلها، وقتی که من به آدم میگوید همه کل اسماء رو، کلید همه اطلاعات و دانش و علم هستی رو در بعد استعداد انسان نهادینه کردم، هیچ علمی نیست، کل علم خارج از کلیت، چیزی وجود خارجی نداره، میگوید کل اینها رو به او یاد دادم، تعلیم دادم، علم بوده و علمش رو به اینها دادم، به نوع بشر دادم. این تعهد خداست. تعهد رو اگر در قرآن شما شناسایی بکنید، بار خدا بسیار سنگین می شود. تقریبا همه قرآن از آغاز تا پایان تعهدات خداست و بدهی خداست. قرآن فقط بدهی من و تو نیست، بیش از آنچه که بدهی من و تو باشد قرآن بدهی خداست، بیش از آنچه که قرآن تعهد من و تو باشد تعهد خداست. افسوس که در خواندن این کتاب، افسوس که در فرا گرفتن این کتاب غفلت 14 قرن قرار دارد و توانی لازم است که از توان من و از حوصله و استقامت من خارج است که در این شرایط ضعیفی که دارم بتوانم این بار سنگین و منحوسی رو که 1400 سال است بر گرده ذهن ما استوار کردن پاکسازی کنم و از آن فرار کنم و او رو از خود بیرون کنم، همینطور از شما بیرون کنم که در همه ما نهادین است. نه تصور کنید که من بافته جدا بافته هستم، من از همه شما گرفتارتر هستم. در عمق این خرافات و بدآموزی ها
با این تقدس نمایی های بیجا که نه خیر، شما این حرفو نزنید، مگر خدا میشود متعهد باشد؟ استغفر الله، اصلا استکان این شخص رو آب بکشید. این نماینده یهود است، این نماینده چنین است، این نماینده چنان است. اگر خدا در قرآن تعهد کرده بدهکار است. اگر بدهی خدا پرداخت نمی شود دو حالت دارد: یا ما کور هستیم یا خدا بی وفاست. و خدا بی وفا نیست، ما کور هستیم. دعا یعنی چشمهای من باز بشود و من امکانات خودم رو ببینم. اگر اون چرا که من مطالبه می کنم و دعا می کنم و مسئلت می کنم برای آن در امکانات من باشد، مقدورات من باشد، باید کوری چشم رو معالجه کنم تا امکانات رو ببینم. اگر در حد امکانات ما نباشد و برای من موجه و صلاح نباشد، که دعای من دعای بیهوده است و هرگز عملی نمی شود. اگر من هدایت بشوم، اون وقت من یاد می گیرم که چه موقع دعا کنم، چه موقع دعا نکنم. این دعای بی موقع کردن و اظهار طلب بی جا کردن در واقع مهملگویی و بیهودگویی است و قرآن منع می کند این نوع دعا رو و می گوید چنین دعا نکنید، رعنا نگویید به من، نگویید به من که رعایت مرا بکن. من رعایت شما نیستم که رعایت شما را بکنم. من منشی شما نیستم که به من دستور می دهید یاد بگیرید که چطور دعا بکنند. و دعای بی مورد نکنید. چه کسی دعای بی مورد می کند که گمراه است؟ چه کسی دعای بی مورد نمی کند که مهتدی است؟ صلات باعث رفع فاصله ذهنی بین انسان و خدا می شود. انسان هیچ وقت از خدا جدا نیست، بلکه انسان در ذهن باطل و غافل و نادان خودش هست که جدا می داند خودش را از خدا. لازم نیست که سفری انجام بشود و فاصله فیزیکی اصلاح بشود و انسان تا حالا از خدا دور بوده دعا کند به خدا نزدیک بشود. صلات ما را از خدا دور و نزدیک نمی کنه، چون ما نمی توانیم از خدا دور باشیم. اگر ما خدا هستیم که بتوانیم اراده کنیم که از خدا دور بشویم. ما با خدا هستیم، ما در خدا هستیم، ما از خدا هستیم، ما با خدا هستیم. اما ذهن ما می تواند که فاصله ایجاد کند، ذهن ما می تواند که در غفلت فرو ببرد برود و ما در ذهنیت خودمون را از خدا جدا و تنها می دانیم و خوف و وحشت و نگرانی و حزن علائم همین کوری و بیماری نادیدن است که وقتی ما نمی بینیم و نمی فهمیم در ذهن از خدا جدا می شویم و واقعا در ذهنیت است که ما تنبیه می شویم و این ذهن ماست که ما را تنبیه می کند در اثر نادانی، در اثر کوری و در اثر غفلت. صلات رفع فاصله ذهنی بین انسان و خدا می کند و ذهنیت انسان اصلاح می شود و انسان متوجه این حقیقت می شود که بین مخلوق و خالق نمی تواند فاصله ای وجود داشته باشد. صلات نوعی اتصال است که موکول به اعتصام است. اعتصام به این مفهوم که اراده و اختیار به کار می رود، یعنی شخص صلات گذار معتصم می شود و در اثر اعتصام به امکان و اختیار خود پی می برد و شروط پیوستن به خدا رو می آموزد و با رعایت این شرایط و تأمین این شرایط از اعتصام به اتصال وارد و متحول می شود. همونطور که عرض کردم، اون چه در این آیه بسیار قابل توجه است، اشاره به این دو انباره و این دو نیرو و این دو خزانه است که هر دو در شخص وجود دارد. یعنی همه مشکلات قابل حل نوع بشر می تواند به این وسیله به ثمر برسد.
موضوع صبر و موضوع صلات و شناخت مفاهیم و کاربرد آن علاوه بر جنبه‌های تشریفات و عبادت‌های عادتی از نوعی اهمیت ساختاری برخوردار است که اکثراً در طول تاریخ از آن غافل مانده ایم. در امر صبر در قرآن اشاره می شود که منابع ساختاری و کارسازی نیروی بزرگ در درون انسان است و انسان با وقوف و آگاهی بر آن می تواند که به آن دست یابد. در امر صلات نیروی خلاقه و سازنده ناشی از آن در درون انسان وجود دارد که انسان با اطاعت از آیات و آثار خدا از نیروی ایمان و از نیروی آثار خدا به آن نحو برخوردار می شود که از طریق اتصال و اعتصام دریافت کننده حقایق و مقدورات بشود و این حکم برای همه مشکلات و مصائب بشری صادق است. و در نهایت و در پایان این آیه این بیانیه نوعاً تعهد خدا به انسان است که اگر صابر بوده باشی خدا متعهد بر آن است که همگام و همراه و همیار و یار و یاور تو باشد و تو در پناه حق و در معیت حق خواهی بود و در واقع معیت و اتصال در ارتباط با صلات و صبر به یک همت و به یک موضوع واحد اشاره می کند که صبر بی صلات و صلات بی صبر نمی تواند منطقا دارای موجودیت و دارای اصالت و یا دارای خاصیت باشد. توجه دقیق و عمیق به آیه های قرآن باعث می شود که ما بتوانیم که مفاهیم بعدی قرآن رو، یعنی ما اگر در آغاز کار که در آغاز کار هستیم آیه ها رو عمیق بفهمیم و واژه ها رو عمیق دریافت کنیم و قدری در آیه ها رسوخ کنیم و تأمل کنیم و تعمق به کار ببریم، کار قرائت قرآن برای آینده بسیار آسان و عملی خواهد بود. اون چرا که من به عنوان سیاست کاری اتخاذ کردم این است که بتوانم شیوه و روش مطالعه مستقل قرآن رو بدون اینکه احتیاجی به معلم باشد، احتیاجی به مترجم باشد، بتوانیم که در این کلاس ها، در این کارگاه های عملی با نحوه برخورد و استنتاج معنا از قرآن به نحوی مواجه بشویم که در آینده برای کسانی که مستقلن به قرآن مراجعه می کنند یک نوعی روش شناسی یا یک متدولوژی خاصی به وجود بیاید که با به کار بردن و استعمال اون متدولوژی فهم قرآن برای همگان آسان بشود و ما با دریافت مفاهیم قرآنی بتوانیم که بیشتر مطیع قرآن باشیم و هرچه بیشتر مطیع قرآن باشیم فهم ما به عمق قرآن بیشتر خواهد شد و هرچه فهم ما به قرآن بیشتر بشود وابستگی و عشق و پیوستگی و علاقه ما به قرآن بیشتر خواهد شد. این بخش از برنامه رو من در اینجا به پایان میبرم و تا بازگشت بعدی شما رو به خدا میسپارم. با ما باشید، با خدا باشید. باز میگردیم، با شما خواهیم بود.